درود دوباره خدمت همه شما عزیزانم. بالاخره بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسیدن به تهران. هدف دیدار از پارچین است. پارچین مجتمع اسلحه سازی است از زمان شاه، از زمان خیلی تاریخ قدیمی داره و اونجا گلوله توپ می ساختن، تجهیزات، وسایل یدکی. جمهوری اسلامی بزرگترش کرد، کارگاه زیرزمینی ساخت. در دوران جنگ که هنوز مجتمع شهید همت و غیره و اینا درست نشده بود، پارچین مهمترین مرکز ذخیره رسانی به جبهه ها. جمهوری اسلامی بر مبنای همین به قول خودش نظر دانشمندانی که باش کار میکنن، آمدن اونجا یک سایت زیرزمینی درست کردن و آزمایش هایی کردن که میشود به عنوان پیش درآمد ساختن سلاح هسته‌ای از اونها یاد کرد. طبیعی است آژانس در مراکز اتمی دوربین داره، کنترل میکنه، میبینه. البته یه دفعه کلاهی هم مثل فوردو میره سرش. ولی در مورد پارچین عکسای هوایی که آمریکایی‌ها گرفته بودن در اختیار اینا گذاشتن، نشون داد اونجا اتفاقات دیگری داره میفته. وقتی اعلام کردن به سرعت سپاه که در اونجا مسئولیت داره اینا رو جمع کرد و شروع کردن خاک رو عوض کردن، همون کاری که با دانشگاه برق و آب کردن شهید عباسپور، و اینا رو عوض کردن. ولی به هر حال اینا داشتن بالا کنترل میشد، تمام رو دیدن. رژیم بعدن ادعا کرد دلیلی که نمیخواد بازرسا برن اینه که میخواد در تحصیلات نظامی سر درارن، چون در میان اونا جاسوس هست. آقای آمانو و قبل از اون آقای برادهی به اینا گفتن آقا بسیار خوب، ما بازرسا را از کشورهای دوست شما انتخاب میکنیم، کشورهایی که متهم نیستن اسرار شما را به غیر میدن. رژیم باز بازی در آورد، یه دو سالی وقت خرید و الان احساس میکنه که ماجرا خطرناک شد. یه روزنامه اسرائیلی نوشته و کانال داعش هم پخش کرده که آقای اوباما در جستجوی راهی برای گفتگو با جمهوری اسلامی است و اگر این گفتگو شکست بخوره 4-5 ماه دیگه حمله نظامی آغاز میشه. امریکا عملا نمیخواد داستان کره شمالی تکرار بشه. اون زمانی که کره شمالی معلوم شد مشغول ساختن سلاح هسته‌ای است، اگر جلوش قاطعانه ایستاده بودن بدون جنگ هم قضیه حل می شد و به اینجا نمی رسید که الان میاد به اسم این که ما می خواهیم سفینه بفرستیم فضا موشک قاره پیما رو آزمایش می کنیم. و جالبتر از این اینه، می دونید که ما موشک های سجیل و شهاب سه ما کپی موشک های نودونگ کره بود، کره شمالی. حالا کارشناسای سپاه و ارتش میرن و کره شمالی رو یاری میکنن که گند دفعه پیش تکرار نشه که آزمایششون با شکست رو بروش. بازرسان این بار اگر سایت مشکوکی پیدا کنه یا اگر واقعا اجازه بهشون داده بشه برن تو پارچین خاکبرداری کنن و بعد معلوم بشه که در اونجا این اتفاقات افتاده، به اعتقاد من بسیاری مسئله خطرناک خواهد. و جمهوری اسلامی اینو درک کرده. به همین دلیل حرفای از آقای سعید جلیلی میشنویم، حرفای از رئیس مجلس میشنویم، از احمدی نژاد که برمیگرده میگه کسانی در داخل کشور نمیخوان مسئله اتمی حل بشه. این سفر سرنوشت سازه، مثل دفعه پیش نیست که بیان و کارو تموم بر بعدم برن
دوباره آقای جلیلی بره با خانم کاتین اشتون با هم بشینن گل بگن گل بشنوه. نه، این دفعه قضیه جدی تره. آقای آمانو در سفری که با آمریکا داشت و با مقامات آمریکایی صحبت کرد، حرفهایی شنید که لابد انقدر نگرانش کرد که بلافاصله به آقای سلطانیه گفت به تهران خبر بده جدی باشن. این بار بازی داره به مرحله خطرناکی میرسه و این اتفاق میتونه بیفته. مگه صدام که داشت اون بازی ها رو میکرد تصور میکرد روزی بیان کشورش رو مثل آب خوردن بگیرن؟ مگه قذافی چنین فکری میکرد؟ سید علی آقا هم فکر میکنه حالا 6 تا موشک سجیل و قادر رو نمیدونم شهاب 1 و 2 و 3 و 4 ساختن و دنیا رو فتح میکنه؟ نه، چنین نیست. اون شیشه کبود رو اگر از پیش چشمانشون برمی داشتن دنیا کبودشان نمی نمید. آشکارا می دیدن که پادفره کاری که دارن می کنن اگر داده بشه بسیار خطرناک خواهد. درست ملت ایران ضرر می کنه، درست بنیان ما رو در هم می کوبن، اما رژیم جهل و جور و فساد هم باقی نمی مونه. من برخلاف بعضی که تصور میکنن جنگ به نفع رژیمه، این رو میگویم جنگ به ضرر همه است. در درجه اول به ضرر ملت ایرانه، به ضرر ایرانه و این آخونده هم ضرر خواهند کرد. یکیشون میگفت صبح تا شب دست دعا برداشتم و از خدا دعا میکنم یا زودتر ما را از شر ولایت فقیه نجات بده یا زودتر منو ببره، چون نمیخوام روزگار فلاکت مملکتمو ببینم، نمیخوام آلمان بعد از جنگ در اینجا تکرار بشه. به هر روی آرزو میکنم 4 آدم عاقل اونجا پیدا بشن، این بازرسا بیان مفتو دستم باز باشه برن ببینن و گزارششون رو بدن و سایه شوم جنگ و ویرانی رو از سر کشور ما دور کنن. در سوریه بعد از اینکه شورای ملی و ائتلاف که مجموعه ائتلاف جدید، ائتلاف نیروهای انقلابی و ملی و معارضه مخالفان، بعد از اینکه در مراکش از سوی 130 کشور جهان به رسمیت شناخته شد و ایالات متحده اعلام کرد به رسمیت میشناستش، خیلی خوشحال شدن، گویا اینکه آمریکا یکی از گروه‌های درگیر در سوریه رو، نصرت الاسلام، اینو جز گروه‌های تروریستی گذاشت، منظور کرد. تروریست هم هستن، برای که سرازی شدن از جای مختلف، یه عده‌شون هم قبلا مزدور رژیم خود اسد بودن، حالا اومدن این طرف. این که معاون وزارت خارجه روسیه اعتراف میکنه اسد داره بازی رو میبازه بسیار مهمه. این نشون میده روس‌ها علارغم روابط دیرینه‌ای که با سوریه و به ویژه با آل اسد داشتن، اگر به حمایت از رژیم اسد ادامه بدن تمام امتیازهایی رو که در سوریه داشتن از دست خواهند. اینی که حالا اومدن یه جست تازهی گرفتن، ولی بازم این جست رو نباید 100% چشم بسته قبول کرد، چون این نیست. روس‌ها بازی میکنن، ولی در این حال باید اینم در نظر داشت که بازی روس‌ها نمیتونه زمان درازی ادامه داشته باشه، برای که روس‌ها در این بازی میبازن، یعنی بازنده اول جمهوری اسلامی اسد که باخته بازی رو، بعدم روس‌ها هستن و بعد چینی ها. اتفاقی که در سوریه داره میفته اینجوری بهش نگاه کنید. مثلا آقای خطیب رئیس ائتلاف در سخنرانی بسیار جالبش در مراکش خطاب به علوی ها گفت
ما منتظر برخواستن شما هستیم. چون اسد اینجور از با دستگاه تبلیغاتیش و رشوه و پول و غیر و غیره اینجور به علوی ها نشون داده و بعضا به مسیحی ها که اگر رژیم سقوط بکنه سنی های سلفی گردن شما رو میبرن، به زناتون تعرض میکنه. پس منم بشار حافظ شما و علوی ها میترسن. من دوستان علوی زیاد دارم و بعضی هاشون هم در شورای ملی و ائتلاف هستن، ولی همونا هم میگن بعضی از اعمال این گروه های جهادی ایجاد خوف کرده، رفتن توی دهکده علوی ها رو جدا کردن کشتنشون. همین کاری تو عراق دار دسته مقتدی صدر و نوکرای جمهوری اسلامی میکردن، مسیحی ها رو میکشتن، ایزدی های مندانی رو میکشتن و همینطور میخواستن در عراق یا آشوری ها رو ایجاد روب بکنن که اینا برن. هم القاعده این کار میکرد، هم اصحاب اهل الحق دار دسته مقتدی و امنیت خانه مبارکی سید علی آقا اینا هم این کار میکرد و الانم چنین سیاستی رو دارن اعمال میکنن. ارض المحروقه، سیاست زمین سوخته. بشار میخواد بعد از خودش چیزی از سوریه باقی نگذاره. آنچه داره در سوریه اتفاق میفته نابودی یک ملت و یک تمدن و فرهنگه. در جهان عرب سوریه ها جایگاه ویژه‌ای داشتن، بهترین سریال های تلویزیونی سوری بود، شماری از برجسته‌ترین نویسندگان، متفکرین و شاعران عرب سوری بودند. نزار قبانی سوری است، ممدوح عدوان سوری بود و شما نگاه میکنید میبینید این مرد با وطنش چه کرده. چگونه آدم میتونه با خاکی که با خانه پدریش این عمل کرد و رفتار رو داشته باشه؟ من همونجور که بهتون گفتم اسد بازنده بازی رو باخته. این اطوارهایی که داره در میاره، این اطوارها شاید دوران سقوطش رو چند هفته به تعویق بیاندازن، اما تموم خواهد شد. حالا بریم سر مصر. دیروز براتون گفتم جنرال السیسی فرمانده ارتش و وزیر دفاع دعوت کرده بود از تمام گروه‌های سیاسی بیان و گفتگو کنن. یه نیشی هم به محمد مرسی زده، ولی در آخرین لحظه اعلام کردن این دعوت ملغا شد و به یه زمان دیگه میفته که گفتگو بکنه. و در مصر اوضاع خیلی بده. کنفرانسی بوده برای نویسندگان مصری، در این کنفرانس اعلام کردن کنفرانس رو برگزار نمی کنن به خاطر این. خیلی بیانیهشون جالبه، میگویند که بله، میگوید که ثناء الله ابراهیم رئیس کنفرانس ادبای مصر گفته که قرار بود در این ماه دوره جدید تشکیل جلسه بده، اما در اعتراض به قانون اساسی که تمام اصول و مبانی آزادی و عدالت و فن و نوآوری و بدعت رو نفی میکنه و ولایت فقیه که با روح انقلاب ما در تعارضه به صورت قانونی در میانه، ما کنفرانسمون رو برگزار نمیکنیم. بنابراین وقتی بنده در برنامه افق میگم، این مصر که داره میگه آقای مرسی و خیرت شاطر و غیره دارن ولایت فقیه پیاده میکنه، اونتا گام به گام با برنامه ریزی. اول اختیارات ویژه است، اونو نمیتونه به مردم بخورونه، لغوش میکنه، اما میگه قانون اساسی باید تصویب بشه. باید معلومه اینا آدم های منظم دستور العمل حزبی صادر شده میان رأی میدن و ممکنه بیشتر از جامعه مدنی رأی بیارن،
ولی این دلیل بر درستیشون نیست. خیلی جالب میگم، صندوق‌های رأی، صندوق رأی در جامعه ارزشمنده که جامعه معنای صندوق و رأی خود رو بدونه. وقتی در بصره کنسولگر ایران باغبان میاد با 100 دلار رأی یه خانواده رو میخره، خب این صندوق رأی ارزشی نداره. درسته در قلبم تبلیغ میکنن، پول خرج میکنن، همه اینو درسته، ولی این نیست که بیان رأی تو رو بخرن، روی احتیاج رأی تو بفروشی. این کار در افغانستان هم میشه، در مصر هم میشه، کیسه گونی برنج یا گندم اخوان مسلمان در خونه طرف 14 سر آینه میان رأی میدن بهش. ولی آقای حمده سبایی که این کار نمیتونه بکنه، نه پولش رو داره نه کیسه برنج گندم. او به بازی دموکراسی اعتقاد داره. اخوان مسلمی، سلفی ها و اسلامی ها صندوق رأی رو وسیله میدونن که با استفاده از اون به قدرت برسن تا افکار خودشون رو پیاده کنن. این تفاوت هاست. به هر روی جامعه مدنی مصر، جبهه نجات، اینا بررسی کرد. آقای حمدی سبایی گفت بله، ما نگاه میکنیم ببینیم لحظه رفراندوم آیا با نظارت حق بازی نمیشه، تقلب توش نمیشه، وقت اگر چنین بود ما میریم و رأی منفی به قانون اساسی میدیم. اما به محض اینکه حس کنیم داره تقلب صورت میگیره، مردم رو به یک در واقع دعوت میکنیم که مردم اصلا رأی نرن بدن، بایکوت کنه، مقاطع میگوین به طور کامل هیچ کس نره پای صندوق های رأی. به هر حال اوضاع پیچیده است. شنبه میاد میگذره، شنبه دیگه میاد میگذره، آقای مرسی و دار و دستش هم میگن بله اکثریت مردم رأی دادن به قانون اساسی، مگر اینکه میگن معجزه در مصر رخ بده، مردم به خود بیان در کنار اونایی که ایستادن و با جان و دل دارن مبارزه میکنن، و بعد اون وقت به حاکم مصر بگن آقا فرعون نمیتونی بشی، زمان فرعون شدن به پایان رسیده. و این به نظر من درسی خواهد بود برای بقیه. یعنی اگر این به پیروزی برسن مردم ایران، دیگران هم حساب کار خودشون رو خواهند کرد و هیچ کس تلاش نخواهد کرد. دولت استبداد مرگبار ولایت فقیهی رو در جاهای دیگه هم برقرار بکنه. حضورتون عرض کنم جالب این بود، آقای مرسی دو ساعتی با حسن هیکل خلوت کرده بود. آقای هیکل که وقتی من خیلی دوستش داشتم و اون مقالات به صراحت در الاهرام باید میخوندم حتما، عمل کردی از خودش کرد در این چند ساله. اولا پسرش متهم بود، با پسر مبارک اینا در کار تجارت و اینا سوء استفاده کردن. پسر آقای حسن هیکل که اینقدر سنگ ملت رو و عبدالناصر رو به جیب میزنه. عبدالناصر وقتی مرد 35,000 جنیه مصری به بانک کشاورزی بدهکار بود، این ثروتش بود. اونم وام گرفته بود برای دخترش که خونه درست کنه، برای خدایی که زن اشرف مروان شد و شوهر ثروتمندی هم داشت. ولی اون اول عبدالناصر به عنوان پدر رفته بود وام گرفته بود میداد، از حقوق ریاست جمهوریش پرداخت می‌کرد. یکی از شریف‌ترین آدما از نظر مالی عبدالناصر بود. یک ذره، یک اپسیلون، یک سوزن ازش ایراد کسی نمی‌تونست بگیره که هیچگاه دزدی نکرد، خیانت به بیت المال نکرد. 2,000,000 دلار آمریکایی‌ها بهش دادن، اون 2,000,000 دلار رو اومده یه برج در قاهره ساخته که بالاش میری لوحش هم زده و میگردید نیل زیر پای شماست. خیلی هم منظره زیبایی داره. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان، هماره
برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده تا دوشنبه همه شما عزیزانم را به پروردگار عاشق می سپارم. همه دنیا را گشتم تا تو را پیدا کنم، تو نباشی نمیشه عشق دیگه پیدا کنم. پس ازم نگیر نگاه تو، پس نگیر ازم صدا تو، جونم رو میدم برات تو میرم. به عشق عشق تو زنده ام و عشق تو بازم همه چیزم و نبودن تو بازم مرگه. من به جز عشق تو عشقی رو عشق نمیدونم و فقط منی عشق رو تو چشم تو میخونم و زندگی بی تو هرگه. عشق عشق تو زنده ام و عشق تو بازم همه چیزم و نبودن تو بازم مرگه. من به جز عشق تو عشقی رو عشق نمیدونم و فقط منی عشق رو تو چشم تو میخونم و زندگی بی تو هرگه. ازم نگیر نگاه تو، پس نگیر ازم صدا تو، جونم رو میدم برات تو میرم. به عشق عشق تو زنده ام و عشق تو بازم همه چیزم و نبودن تو بازم مرگه. من به جز عشق تو عشقی رو عشق نمیدونم و فقط منی